سلام، خوبین؟ من محمد داوود هستم و با یک ویدیوی آموزشی دیگه برگشتم. تو این ویدیو میخوام بریم سراغ زیبراش. اگر یادتون باشه دیگه تقریبا جمجمه رو مطابق با رفرنس ابعادش و نسبتاش رو منطبق کردیم و حالا میخوام از این جمجمه‌مون یک کپی بگیریم و آمادش کنیم واسه یه هجای کردن یک سر. همونجور که میبینید من الان جمجمه‌مو وارد کردم داخل زیبراش، دقیقا از همون ویدیو قبلی، فقط ما اینجا دیگه به این ساب دیویژن لول بالاترش احتیاج نداریم. من میام تو قسمت جیومتری، اینجا میدید نوشته دلت هایر، یعنی ساب دیویژن بالاتر رو پاک کن. من اینو میکنم بهش، دقیقا ساب دیویژن لول اولم، الان لول یک ساب دیویژن هم و این دلت هایر رو میزنم. حالا دیگه هیچ ساب دیویژن لولی الان داخل این ساب تول واسه من نیست. کار بعدی اینه که میرم داخل منوی ساب تولم، شیفت و نگه میدارم روش، کلیک میکنم که این پنجره باز بشه و پنجره ژئومتری هم باز بمونه. میبینید؟ و میام از این ساب تول اینجا این چشمش روشن میذارم بمونه، یه دونه داپلیکیتش میکنیم که ازش کپی گرفته باشه. اوکی، الان من دو تا از این ساب تول دارم. اگه مثلا این ساب تولم رو بیام و برم رو براش مو و انتخاب کنم و این شکلش کنم، میبینید زیرش ساب تول دیگمه که رنگش الان یک کمکی دارکتره. دلیلش هم چی بود؟ دلیلش بود که وقتی ما چند تا ساب تول داشتیم، ساب تول انتخابیمون روشن‌تر بود نسبت به ساب تول‌های دیگه انتخاب نشده بودن. واسه همین الان این ساب تولی که من دارم میبینم روشنه. دقیقا زیرش یک ساب تول دیگه دارم که اون حالت خاموش داره و سلکت نیست و یک کمی تاریک‌تر. حالا من میام توی قسمت دفورمیشن، ناگهان اینجا یه چیزی داریم به اسم اینفلیت. اینفلیت تقریبا یه چیزی شبیه به اکسترود داخل نرم افزار مدل سازی که پالیگانا رو مطابق با نرمالشون به سمت بیرون یا به سمت داخل هدایت میکنه. حالا کاری که من میخوام بکنم چیه؟ اینه که من میخوام این پالیگانا رو یک کوچولو به سمت داخل ببرم. ناگهان من فعلا میام این توی منوی ساب تولم این ساب تول بالامو مخفی میکنم. اوکی، این دیگه ساب تول بالا دیده نمیشه. الان فقط همین یه دونه ساب تول دارمش. بعد دوباره برمیگردم تو دفورمیشن. فقط دقت کنید، نگاه کنید الان توی این اینفلیت این بالا سه تا گزینه کوچیک داره، ایکس وای زد، دقیقاً همون محور است. اگر این سه تا روشن باشن مدل ما به صورت یونیفرم و در همه جهات با هم دیگه اون عملگر روش کارش انجام میده. پس دقت کنید که هر سه تا روشن باشن. من اینفلیت رو بیشتر میکنم، نگاه کنید انگار که اکسترود میشه هر فیس در راستای نرمال خودش. اگه اینفلیت رو کمش کنم نگاه کنید چه اتفاقی میفته. حالا کاری که من میخوام انجام بدم چیه؟ اینه که من اینفلیتم رو یک کوچولو کم میکنم، منفی یک. میتونم اینجا این شکلی درک کنم به سمت چپ و منفی یکی درکش کنم، یعنی اینفلیتش کنم یک واید به سمت داخل. میتونم هم اینجوری بنویسم، تایپ کنم. به هر حال الان من این کار رو انجام دادم. حالا اگر این ساب تول بالا رو روشن کنم، ناگهان این الان تاریک شد. چرا تاریک شد؟ چون الان این ساب تولی که من سلکتش نکردم و داره به من نشون میده، اون ساب تولی که ما الان در حال سلکت داریمش با اینفلیت یک کوچولو کوچیکش کردیم و چون دقیقاً دو تا ساب تول یکی بودن، اون ساب تولی که ما انتخابش داریم کوچولوتر شده دیگه، الان دیده نمیشه. این ساب تولی که الان من دارم این ساب تولی که انتخابش نکردم و واسم تاریک‌تر نشون داده میشه. حالا من alt s میزنم که بیام روی قلم استانداردم. بعد دقت کنید اگر alt s زدید یا هاتکیاتون کار نکرد احتمالاً زبان سیستمتون روی فارسیه. حالا اگه من با قلمم روی این جمجمه بکشم چه اتفاقی میفته؟ دقیقا من اون جمجمه‌ای که زیرشه رو دارم اسکالپ میکنم، مثلا با استاندارد دراش میکشم. میبینید چه اتفاقی افتاد؟ خوبی این کار اینه که ما میتونیم این جمجمه‌ای که با هم دیگه فرمش رو طراحی کردیم رو داشته باشیم، بعد اینجا که حجم میدیم به این شکلمون یه جورایی با توجه به اون جمجمه‌ای که طراحی کردیم پیش میریم، یه جورایی اون راهنمای ماست توی این کار. حالا من یک مقدار حجم میدم به این آبجکتم، آدسیو میزنم میرم روی کلی براش و سعی میکنم یه مقداری حجم به آبجکتم بدم، انگار که مثلا گوشتای روی اسکلت رو میخوام درست کنم. میتونید اسموسش هم بکنید هر وقت که خواستید.
خب فقط دقت کنید وقتی که ما داریم این کارو میکنیم مطمئنا ژئومتری ما کمکی اون ساختار پالیگانیش به هم میرزه دیگه، اند و ابعاد و اندازه پالیگوناش. بذارید اگر من الان شیفت اف بزنم، این قسمت آبی رنگ همین سابتولی که من سلکت کردم، این قسمت هایی که این رنگیه که ما سابتولیه که الان سلکت ندارمه. اینجا می کنم این شکلی بکنیم که بیاد رو، اگه شیفت اف بزنم میبینید نه 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 این شکلی میاد. خب دماغش هم می کنم بهش چیز بدیم، فرم بدیم و والیوم بدیم. نگاه کنید اگر الان من شیفت اف بزنم الان این شکلی شد دیگه. الان این قسمت های بینی و این قسمت هایی که الان من خیلی حج بهش دادم پالیگوناش بزرگ شد. اگر ویدیو قبلی رو نگاه کرده باشید میدونید الان باید چی کار کنیم دیگه. میرم توی شیفت اف بزنیم از این حالت وای فریم بریم بیرون، میرم داخل منیو جیومتری داخل داینامش و اینو مدلمو داینامش میکنم. ببین مثلا هر چه عددتون باید کم باشه، چرا؟ چون هر چقدر ساب دیویژن لولتون پایین‌تر باشه این پالیگونا بزرگتر باشن. چون الان ما تو مرحله بلاکوت هستیم و داریم فرمای کلی رو طراحی میکنیم، خیلی راحت‌تره وقتی اسموسش میکنیم با یک بار خیلی حجممون رو خیلی راحت‌تر میتونیم کنترل کنیم. واسه همین تو این مرحله زیاد دیویژناتون اصلا زیاد نکنید و روی کمترین حالت ممکن نگه دارید. من حالا میام روی این 64 داینامشش میکنم، شیفت اف میزنم، نسبتا مناسبه، از این بیشتر لازم ندارم. فقط دقت کنید من اومدم ساب دیویژن لولای بالاتر رو دیلیتیدن کردم دیگه. کجا بود؟ آره نگاه کنم ساب دیویژن لولای بالاتر همون اول ویدیو دیلیت کردیم، واسه همین اینجا داینامیشم هم تونم فعال بذارم. اگه این دلت نکنید این ساب دیویژن تو حالت فعال قرار نمیگیره. یه نکته دیگه هم که هست اینه که مثلا فرض کنید اینجا رو من دارم ویرایش میکنم، این جمجمه پایینی هم هست دیگه، مثلا میگم آقا من میخوام اینو ویرایش کنم جمجمه پایینی رو نبینم، یعنی به راهنما احتیاج ندارم، میتونم برم تو حالت سولو مود. دیگه الان این حالت آیسولیت شده و چقدر من الان اگه موو براش بزنم بیارم میبینید دیگه اون جمجمه زیرش نشون نمیده. و یه سری نکات هم هست که حالت آناتومی داره، مثلا این قسمت های اینجا یا مثلا قسمت های اینجا، اینا یه جاهایی هم که حتی توی جمجمه هم آدم با آدم فرق میکنه و فرم اون صورت با توجه به این چیزا تغییر پیدا میکنه. واسه همین این شکلا ممکنه که هر حالا جمجمه‌ای که طراحی میکنید یا فیسی که طراحی میکنید اون با هم دیگه فرق کنه. واسه ماسک کردنم که میدونید من کنترل رو نگه دارم روی هر قسمت بکشم ماسک میشه. اگر بخوام که ماسکمو دیگه غیر فعال کنم هیچ جا ماسک نباشه بیرون آلتو درک میکنم. خب حالا این بینیش رو بیاریم درست کنیم، یک کمی آلت دابلیو میزنم. بهش والیوم بدیم. خب بچه حالا میخوام یکم با هم دیگه با براشا کار کنیم. نگاه کنید ما با براش استاندارد و موو براش و کلی کار کردیم. چند تا براش خیلی مهم دیگه هم هست که میخوام توی این ویدیو با هم دیگه اونا رو مختصر باش آشنا بشیم. اولیش دیمیان استاندارده. اگر من برم توی براشم کلیک کنم اینجا بر اساس لتر چیده شدن، یعنی A B C D، من دنبال D میگردم اینجاست، میبینید دام استاندارد. من هاتکیشو گذاشتم آلتو D. خب من آلتو D میزنم، الان براش دام استاندارد واسم انتخاب شده. اگر من روی آبجکتم بکشم، یکم زوم کنم که بهتر ببینیم، من اینجا میکشم، میبینید چه اتفاقی افتاد؟ یکم ساب دیویژن لولم پایینه. بذارید من یکم ساب دیویژن لولم ببرم بالاتر. میام رفتم روی لول 3. الان من روی لول 4 که یکم بیشتر بشه. حالا میکشم. نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. یه رنکشن این شکلی داره که خیلی جا میتونه واسه همون پرکاربرد باشه. غیر از دیمیان استاندارد دو تا براش دیگه هم می‌خوایم با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم. اونم براش‌های از دسته کلی هستن. ما کلی رو تو ویدیو قبلی باش کار کردیم، ولی اینجا دو تا کلی دیگه هم داریم، کلی بیلداپ و کلی تیوز، که خیلی میتونن کاربردی باشن. من کلی تیوز رو بیشتر استفاده میکنم و همونجوری که دیدید هاتکیشو گذاشتم آلت و بی. من کلی تیوز رو انتخاب میکنم و اینجا میکشم. نگاه کنید چه ریاکشن جالبی داره. فرض کنید اگه برم توی ساب دیویژن های لول پایینترم و یکم سایز صفحه رو بزرگ کنم با کلی تیوز میکشم، ببینید چه اتفاقی میفته. میتونم خیلی راحت والیوم اضافه کنم به حجمم. اوکی حالا اگر بیام و کلی بیلداپ رو انتخاب کنم، اگه دقت کنید میبینید که
این باز نسبت به کلی تیوبز خیلی بیشتر و قطورتر داره والیوم اضافه میکنه. یا مثلا من بیام این شکلی اینجوری بزنم، میبینید اینا رو باید خودتون یه مقداری کار کنید تا متوجه بشید، حتما تمرین کنید. حالا این نکته ای که تا حالا با هم دیگه راجع بهش صحبت نکردیم بحث آلفاه. اگر ویدیوی قبلی رو دیده باشید، ما یه آلفا داشتیم که روی حجممون درگ میکردیم، مثلا آلفای منبت شکل و حالا هرچی، ولی یه آلفا داریم که واسه سرقلم هستش که رفتار قلم رو خیلی مشخص میکنه. من آلت اس میزنم، میام روی براش استانداردم. نگاه کنید، من الان آلفا ندارم توی براش استانداردم، نمیشه آلفا آف. اگر روی آبجکتم بکشم نگاه کنید چه اتفاقی میفته. میبینید انگار که یک حجم دوار مانند اینجا واسه من ایجاد میکنه. من میام روی آلفاش کلیک میکنم و این آلفاشو میکنم آلفای مربعی شکل. حالا اگر من بیام بکشم نگاه کنید چه اتفاقی میفته. یه مقداری شکل سرقلمم به سمت آلفای مربعی شکل تغییر پیدا کرد. اگر من کنترل زد میزنم و میرم توی ساب دیویژن لول بالاتر که بیشتر والیوم داشته باشیم، من اینجا با استاندارد آلفا مربعیم کشیدم، نگاه کنید چه ریاکشنی داشت، این شکلی کرد انگار که یک سری مربع مثلا پشت سر هم دیگه کشید. حالا اگر آلفاشو آف کنم نگاه کنید انگار که داره یه حالت دایره‌ای شکل پشت سر هم میکشه. براش‌ها آلفای مختلف دارن، بعضی از براش‌ها آلفا ندارن مثل استاندارد، بعضی از براش‌ها مثلا بذار براش کلی رو هم انتخاب کنم. ببینید که براش کلی هم آلفا نداره، واسه همینه که وقتی میکشیم اون هم یه حالت دایره‌ای شکل فقط والیوم خیلی معمولی اضافه میکنه. اما اگر بیام و مثلا کلی تیوبز رو انتخاب کنم، نگاه کنید آلفای مربعی شکل داره. واسه این وقتی الان اینجا میکشم اینجا داره به صورت مربع مربع واسه هم اسکاپت میکنه. حالا اگر مثلا من برم توی دمیان استاندارد آلت دی میزنم، آلفاشو نگاه کنید یک نقطه این شکلی هستش، یک گرادینتی به سمت بیرون داره. وقتی میکشم نگاه کنید تقریبا از آلفاش میتونید متوجه بشید ریاکشنشو که چه شکلی این کارو انجام میده. اگه یادتون باشه ما با هم دیگه گفتیم که فوکال شیفت چیه. اینج بالا میبینید قسمت بالای دراسایز، دو تا دایره کنار هم دیگه داریم دیگه تو قسمت کرسر ماوس. اون دایره داخلی میشه فوکال شیفتمون، که اگر من بیام و فوکال شیفتم رو زیاد کنم نگاه کنید این دایره کوچیک میشه. این دایره وسطی من کوچیکه چون فوکال شیفتم رو زیاد کردم. الان فوکال شیفتم رو کم میکنم، این دایره میبینید بزرگ شد، تقریبا رسید به اون دایره بیرونی. حالا چه اتفاقی میفته؟ من دوباره فوکال شیفتم رو صفر میکنم و میام روی براش استانداردم، مثلا آلتو اس میزنم دیگه. باید بدونید دیگه، اگر نمیدونید باید به ویدیو قبلی نگاه کنید. و میام اینجا میام آلفای ستاره ای رو واسش میذارم. الان سرقلمش ستاره است. حالا میام اینجا میکشم، نگاه کنید چه شکلی واسه من کشید. این با فوکال شیفت صفر بود، اوکی، یعنی این دایره تقریبا وسط بود، دایره داخلی. حالا من میام فوکال شیفت رو زیاد میکنم، میکنم مثلا 72 میام میکشم، ببینید چه اتفاقی میفته. تقریبا این ستاره هایی که اینجا میبینید اینجا محوتر شد. چرا؟ چون دقیقا داره فاصله بین دایره داخلی تا دایره بیرونی یک گرادینت میخوره و محو میشه کم کم. حالا من میام این فوکال شیفت رو این دفعه برعکس کم میکنم، میام مثلا تقریبا میکنمش 96. میبینید تقریبا الان این دایره داخلی هم اندازه شد با دایره بیرونی. حالا میکشم، میبینید ستاره خیلی واضح تر داره نشون داده میشه. چرا؟ چون تقریبا گرادینت و محو شدنی وجود نداره دیگه، دایره داخلی بزرگتر شد. و حالا اگر من بیام و توی قسمت استروک این موس اوریج هم تاثیرگذاره تو این چیزی که میخوام بگم، ولی نه به اندازه لیزی موس. من لیزی موس رو باز میکنم، اینجا یه چیزی داریم به اسم لیزی استپ، اوکی؟ خب بذار من کنترل زد بزنم با یک آلفای دیگه بگم که راحت تر باشه. من میام براش آلفا رو از روی ستاره ور میدارم و میذارم روی این آلفای سیمونو. الان استاندارد براش دارم، آلفام هم آلفای 39. وقتی که میکشم نگاه کنید چه اتفاقی میفته. بذارید فوکال شیفت رو بذارم روی
0. میبینید؟ الان داره به صورت دایره داره شکل پشت سر هم مثلا میکشه. اما اگر من بیام و توی همون منوی که گفتم استروک لیزی موس و این لیزی استروک رو کمش کنم، مثلا بیام بکنم به جای 0.25 بکنم 0.05 یعنی 500، حالا وقتی میکشم ببینید چه اتفاقی میفته. این لیزی استپ کم شد دیگه، یعنی خیلی پشت سر هم تر داره این دایره ها رو واسه هم ترسیم میکنه. تقریبا ما الان دیگه این دایره ها رو کنار هم دیگه اینجوری به صورت موقتا نمیبینیم، پیوسته شدن. حالا میایم اون برعکسش رو انجام بدیم، میرم توی استروک و توی لیزی استپ اینو زیادش میکنم، مثلا میکنمش 8 دهم تقریبا 7900. حالا اگر بکشم نگاه کنید چی با فاصله اتفاق افتاد، جدا جدا این کار رو انجام داد. پس اینا همه مهم و تأثیر گذاره. خب تو این ویدیو با هم دیگه یاد گرفتیم که چجوری از سابتولمون یک کپی بگیریم و از این کپی به عنوان یک راهنما واسه یه فرمایی که طراحی کردیم استفاده کنیم. با براش‌های مختلف هم آشنا شدیم، با دیمیان استاندارد، کلی تیوبز، کلی بیلداپ فهمیدیم که اینا چی هن. نکته یکی هست اینه که سعی کنید وقتی از براش ها میخواین استفاده کنید سعی کنید دسته درست رو انتخاب کنید. یعنی مثلا وقتی میخواین یه حجمی طراحی کنید با کلی بیلداپ یا خود کلی یا کلی تیوبز این کار رو میتونید راحت انجام بدید. حالا خب بعضی ها میرن سراغ کلی تیوبز، بعضی میرن سراغ کلی بیلداپ یا از کلی استفاده میکنن. این بستگی به سلیقه شخصی آرتیست داره. اما خب سعی کنید که مطابق با رفتار براش عمل کنید. مثلا واسه حجم دادن دیگه جالب نیست که بیاین از قلم دیمیان استاندارد استفاده کنید، اون واسه این کار ساخته نشده. و نکته بعدی هم همین بحث آلفاها و فوکال شیفت بود که من گاهی اوقات فوکال شیفت رو با فوکال لنگس قاطی میکنم، ممکنه جابجا بگم، نمیدونم تو ویدیو جابجا گفتم یا نه، خدا کنه نگفته باشم. فوکال شیفت رو بهتون گفتم که چه اتفاقی میفته و با هم دیگه بررسیش کردیم. و غیر از اونم همون خاصیت لیزی استپ داخل منوی استروک، چون استروک خیلی مهمه واسمون. تا اینجا داشته باشید، ویدیو بعدی ما میریم سراغ یه مقدار شکل دادن به این حجمی که ساختیم و تقریبا یک بیس سری رو با هم دیگه درست میکنیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایکش کنید و میتونید داخل کانال من اگر هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. یادتون نره که ویدیوی من واسه دوستاتون بفرستید و کانال منو بهشون معرفی کنید. مرسی، فعلا.